عناوین اصلی، ویدیوی صحبت‌های مشمئز کننده سرپرست تیم هسته‌ای برجام مثل زن دارای تمام رذایل است. افتضاح در جلسه طرح صیانت اینترنت، میکروفون باز، کار دست مجلس انقلابی داد. صحبت‌های علی خامنه‌ای در بهمن 97 که نشان از درندگی او دارد و سخنرانی نامفهوم و وحشتناک رئیسی در مجلس به کیوسک خوش آمدید. همراهان گرامی، درود بر شما. از اینکه کانال کیوسک رو برای شنیدن خبرها انتخاب میکنید سپاسگزاریم. دعوت میکنم تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. علی باقری، سرپرست تیم هسته ایران، دیروز در یک برنامه تلویزیونی اظهاراتی زشت درباره مقایسه برجام با زنها انجام داد که باعث واکنش شدید مردم شد. او برادرزاده محمد رضا مهدوی کنی است. برادر علی باقری، مصباح الهدا، با دختر علی خامنه ای ازدواج کرده است. او در این ویدیو میگوید امروز هیچ حرفی از برجام نیست، چون برجام مثل زن خوب نیست، مثل زن بدی است که خانه ات را بالا کشیده، دروغ میگوید، علیهت به دادگاه شکایت کرده، مهرش را به اجرا گذاشته و با دشمنانت ارتباط گرفته. بحثم داشتید که چرا الان برجام رو هیچ سر صدایی ازش نیست. خب طبیعیه دیگه، چون مثلا شما سالگرد ازدواجتون رو موقعی جشن میگیرید که مثلا زندگیت راضی باشی، یه خانم خوب داری، مثلا تامین کننده به اصطلاح منافع خونه است، نمیدونم بچه ها رو میرسه اینا. اما شما فرض کنید با یکی ازدواج کردی، ولی این خانومه ول کرده رفته، از اون طرف اومده شما دارم خونه شما رو به اسمش کردی گرفته برده، مثلا شما رو از خونت بیرون کرده، نمیدونم تو تا دعوا علیه توی دادگاه چیز کرده، نمیدونم مهر رو اجرا گذاشته، چهار تا دروغ داره بهت میگه، با تو تو دشمنت داره ارتباط میگیره، داره علیه کار میکنن. قاعدتا هیچ وقت شما سالگرد اون ازدواج رو جشن نمیگیری، همینجوری دیسیبلی رد میشی، مخصوصا موقعی که خیلی هم زدین آقای دکتر، مخصوصا وقتی که پدر شما گفته باشه با این زنه نرو ازدواج کن. آقا فهمیدن من خوشبین نیستم به این. افتضاح در جلسه طرح صیانت اینترنت، میکروفون باز، کار دست مجلس انقلابی داد. در جلسه طرح صیانت یا همون مسدودسازی فضای مجازی، سه نماینده مسئول کمیسیون مشغول لابی و طراحی جلسه برای ارسال یکی از دو طرح آماده برای ارسال به مرکزهای پژوهش‌ها هستند. ظاهرا آنطور که مشخص است، هر سه نماینده در حال مهندسی جلسه و طراحی اقدامی برای حذف یک طرح و رأی آوردن طرح مورد نظر خودشان به نام ارسال به مرکز پژوهش‌ها هستند. ظاهرا حضرات حواسشان جمع نیست، میکروفون آنها باز است و لابی ها شنیده می شود. لابی سیاه‌کلی و تقی‌پور و کرم ویسی را ببینید. سیاه‌کلی: اول دومی رو بگیریم که رأی نمیاره. تقی‌پور: اول دومی رو بگیریم. سیاه‌کلی: اولی رو اول بگیری قر و غمیش میان. دقت کردی چی شد؟ اولی رو بگیری رأی نیاره، دومی میاره. چون دوتا پیشنهاد بیشتر نیست دیگه. تقی‌پور: خب الان ما اولی برامون بهتره یا دومی؟ کرم ویسی: این اولی خوبه، ما دیگه حرف از 142 نمیزنیم، در سطح خودمون میفرستیمش مرکز پژوهش ها. آقای رئیس اول دومی رو بگیری چون رأی نمیاد. اول دومی رو بگیری. آقا حسینی رأی بگیری چون رأی نمیاد. آقا حسینی دومی چون التماس دعا. مگر اولی بگیری قرار قمیش میاد. درست چی شد؟ خب تو زایشه دی اولی که بگیری رای نهی رو دومی تو دومی شدیش هم نیست دیگه. حالا ما اولی بهتره برام یا دومی؟ اول دومی رو بگیری. یعنی 42 نمیزنی پس چیز خودمون، نظر خودمون. با رأی اعضای کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی، این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس برگشت خورد تا مواد آن بر اساس نظرات کارشناسان و صاحب نظران اصلاح شود. در جریان جلسه گذشته کمیسیون طرح صیانت اعلام شد که وزیر ارتباطات در نامه‌ای خواستار اصلاح برخی مواد طرح شده است. شنیده‌ها حاکی از این است که این فرایند با پیگیری محمد باقر قالیباف رئیس مجلس انجام شده و در پیشنویس پیشنهادات دولت نیز مباحث مربوط به اینستاگرام و پلتفرم‌های پرمخاطب تغییرات جدی دارد. صحبت‌های علی خامنه‌ای در بهمن 97 که نشان دهنده درندگی است. از دیروز ویدیویی در فضای مجازی پخش شده که در آن خامنه‌ای در بهمن 97 درباره اعتراضات فرانسه می‌گوید مردم تظاهرات کننده که در خیابان‌های پاریس حرکت می‌کنند مورد هجوم نیروهای مسلح دولت فرانسه قرار می‌گیرند و بسیاریشون کور می‌شن. ببینید توی خیابان‌های پاریس مردمشون رو دارن کور می‌کنن. مردم تظاهرکننده ای که تو خیابان‌های پاریس دارن حرکت میکنن به وسیله نیروهای مسلح
دولت فرانسه مورد تهاجم قرار میگیرن، بسیاری کور میشن، یعنی اینجور با مردم به خودشون رفتار میکنن، وقت به ما از ما مطالبه حقوق بشر میکنن. شما چه کاره اید که با حقوق بشر چه نسبتی دارید شما؟ یعنی با کمال وقاحت میستن یه چیزی رو مطالبه میکنن، طلبگاری میکنن با لحن خیلی خودخواهانه و تکبر آمیز هم راضی میکنن. اینا نمیشه به اینا اعتماد کرد، نمیشه به اینا احترام گذار. این در حالی است که سه روز پس از سرکوب گسترده مردم معترض در شهر اصفهان تعداد مجروحان بیش از 500 نفر برآورد می شود که حدود 150 نفر از آنها از ناحیه چشم زخمی شدند. منابع محلی در اصفهان از تخلیه چشم دست کم 7 نفر از مجروحان اعتراضات که هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته بودند سخن می گویند. اعتراضات کشاورزان و شهروندان اصفهان به مدیریت نادرست منابع آبی از روز یکشنبه 16 آبان ماه آغاز شده و از هفته سوم توسط ماموران تحت فرمان جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. اوج سرکوب معترضان روز جمعه 5 آذر ماه بود که مردم که دست خالی فقط شعار می‌دادند مورد حمله و هدف سلاح‌های کشنده ماموران قرار گرفتند. 100 نفر در روز جمعه که به جمعه خونین اصفهان معروف شده بازداشت و زخمی شدند. گزارش‌ها همچنین از کشته شدن دست کم تن به دست نیروهای حکومتی خبر می‌دهند. ماموران تحت فرمان جمهوری اسلامی در جمعه خونین اصفهان از سلاح معروف به شاتگان با گلوله‌های ساچمه‌ای به مردم شلیک کردند. با یک شلیک از این سلاح‌ها ده‌ها ساچمه همزمان به سوی هدف پرتاب می‌شود که موجب آسیب‌های شدید و جبران ناپذیر مانند کور شدن، صدمه شدید به بافت‌های بدن، عفونت و مرگ در اثر جراحات می‌شود. بر اساس گزارش‌های مختلف نیروهای ضد شورش بدون هیچ ملاحظه‌ای و از فواصل نزدیک با این اسلحه‌ها اقدام به شلیک علیه مردم معترض کرده و در اغلب موارد سر آنها را هدف قرار دادند. گفته شده مجروحان بسیاری از ناحیه چشم دچار آسیب جدی شدند. بر اساس گزارش دریافتی از شهروندان، چشمان یک نوجوان 15 ساله که در جریان اعتراضات اصفهان هدف گلوله‌های ساچمه‌ای بسیجیان مزدور خامنه‌ای قرار گرفته و مجروح شده بود، تخلیه شده است. این کودک که در بیمارستان کاشانی بستری است به دلیل از دست دادن چشمان خود حال روحی مناسبی ندارد. سخنرانی نامفهوم و وحشتناک رئیسی در مجلس. سایت دیدبان نوشته امروز رئیسی در سخنانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخنان نامفهومی را بیان کرد که به دلیل نامشخص بودن جملات استفاده شده در تمام طول سخنرانی خبرنگاران سعی کردند متن کامل سخنرانی را بر اساس برداشت شخصی خودشان بازنویسی کنند. فیلم این سخنرانی را در ادامه ببینید. در این رابطه مسئله شناسی ضرورت داره. نظام مسائلی که امروز ما داریم، تشخیص و اولویت ها در این باب یک ضرورته. مسائل زیادی داریم، اما در هر شهر و روستایی، در هر استانی یا در سطح کشور ضرورت های جدی وجود دارد که این نظام مسائل راه حل هایی داره. راه حل هایی رو مجلس فکر کرده، در کمیسیون ها نخبگان، دانشگاهیان، صاحب نظران اندیشه کردن، فکر کردن، باید از نگاه هاشون حتما استفاده بشه. و ما در دولت خودمون رو موظف میدانیم و بارها من تأکید کردم در جلسات دولت و همکاران که حتما از نگاه های نخبگانی، دانشگاهی، صاحب نظران، به ویژه مجلس و کمیسیون های تخصصی مجلس بسیار میتونه نظراتشون را گشا باشه در جهت حل مسئله در کشور و برای راه حل مسائل. ولذا مشورت با دوستان در مجلس که مسئولیت دارن و مشورت با همه صاحب نظران و اندیشمندان رو ما برای خودمون به عنوان یک سرمایه تلقی میکنیم و همواره باید در این قضیه ما این سرمایه رو در عمل بهش به عنوان یک عنایت الهی و نعمت خداوند متعال شاکر باشیم.